شمار قربانیان کرونا از هزار تن گذشته است. شیوع کرونا در زندانهای کشور به ویژه فشافویه، گوهردشت، حصار، مرکزی کرج، ارومیه، شیبان اهواز و کاشان. فراخان به اقدام فوری بین المللی برای نجات جان زندانیان، شماری از هواداران مجاهدین و اعضای کانونهای شورشی که به کمک مردم و مبتلایان رفته بودند در میان جانباختگان هستند. سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد شمار جانباختگان ویروس کرونا تا دوشنبه شب دوازده اسفند ساعت 20 به وقت تهران از هزار تن گذشته است. تعداد قربانیان در قم 300 نفر، تهران 209 نفر، اصفهان 61 نفر، گیلان 92 نفر، گلستان 58 نفر مرکزی 48 نفر کرمانشاه 45 نفر فارس 37 نفر و در مازندران بیش از 100 نفر است علاوه بر این در بسیاری از شهرهای دیگر از جمله بوشهر زنجان خرمدره ایرانشهر سقز بانه چایپاره ارومیه، ایلام، سماله، صالح شهر، ماه شهر، احواز، اندیمشک، سربندر، تبریز، بناب، یاسوج، خرم آباد، ملایر، همدان، نیشابور، کاشمر، مشهد، کرج، سرخ حصار، سمنان شاهرود یزد قزوین و بندراباس شماری از هموطنان در اثر ابتلا به کرونا جان باختند تعدادی از هواداران مجاهدین و اعضای کانونهای شورشی که به کمک مردم و مبتلایان رفته بودند در این شمارند از سوی دیگر امکانات پزشکی اساسا در اختیار سپاه پاسداران و سرکردگان رژیم قرار دارد و در حالی که آخوندهای حکومتی و آغازاده ها از بهترین امکانات پیشگیری و درمانی برخوردارند، عموم مردم و مبتلایان از الزامات اولیه مانند ماسک و محلولهای ضد عفونی کننده محروم هستند. احتکار ماسک و دیگر الزامات پزشکی و فروش آنها در بازار سیاه توسط سپاه پاسداران و دیگر ارگانهای حکومتی جریان دارد و به اعتراف سرکردگان و رسانه های رژیم این گونه وسایل گاه به ده برابر قیمت به مردم فروخته می شود. انبوه گزارش ها از زندان های مختلف کشور حاکی از آن است که ویروس کرونا در زندان بزرگ تهران فشافویه و زندان های گوهردشت، حصار، مرکزی کرج، ارومیه، شیبان احواز و کاشان شیو پیدا کرده و بیداد می کند. تعداد زیاد زندانیان و فقدان کمترین امکانات بهداشتی گسترش ویروس را تسریع می کند. زندانیان از داشتن ماسک و مواد ضد عفونی کننده محروم هستند. در برخی زندان ها مانند قزل حصار حتی صابون و مواد شوینده وجود ندارد. زندانی سیاسی امیر حسین مرادی از زندانیان قیام آبان ماه که به اعدام محکوم شده است جزو مبتلایان به کرونا می باشد. دو زندانی سیاسی در زندان شیبان اهواز نیز به کرونا مبتلا و به قرنطینه زندان منتقل شدهاند و اطلاعی از آنها در دست نیست. خانم رجبی رئیس جمهور برگزیده مقاومت بار دیگر نسبت به شیوع کرونا در زندانهای ایران هشدار داد و از دبیر کل، شورای حقوق بشر، کمیسر عالی حقوق بشر و دیگر مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر خواست برای نجات جان و سلامت زندانیان بلاد رنگ دست به کار شوند و از یک فاجعه بزرگ انسانی ممانعت کنند. خانم رجوی خاطر نشان کرد هدف رژیم از پنهانکاری، دروغ پردازی و فریبکاری مقابله با قیام و خشم مردم است که رژیم آخوندی را مقصر اصلی گسترش کرونا می دانند. خانم رجبی بار دیگر بر ضرورت اعتراض و اعتصاب تا هر کجا که امکان پذیر است تاکید و تکرار کرد امکانات پزشکی و بهداشتی باید از انحصار پاسداران خارج و در اختیار پزشکان و بیمارستان‌ها و مردم قرار داده شود. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 12 اسفند 1398